سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته که امریکا دست از شرارت در افغانستان بر نداشته است و به جای لشکرکشی نظامی داعش را تقویت میکند. و نقل از رسانه های ایرانی حسن کاظمی قمی گفته که رویکرد ایران در رابطه با افغانستان این است تا از نبردهای داخلی در این کشور جلوگیری کند. نماینده ایران همچنان تاکید کرده که امریکا تمایل بیرون شدن از افغانستان را نداشت، اما مجبور به ترک این کشور شد که این بدترین شکست برای امریکا بوده است. همایرا یوسفی نگاه به این گزارش انداخته است. افغانستان میدان لفاظی های ایران در برابر امریکا. با گزارش رسانه های ایرانی، حسن کاظمی قمی نماینده و سفیر ایران برای افغانستان گفته است که امریکا دست از شرارت نکشیده و اکنون به جای لشکرکشی نظامی در افغانستان داعش را تقویت می کند. البته این به مفهوم این نیست که امریکا دست از شرارت برداشته، بلکه تقویت داعش و خراسان را جاگزین لشکرکشی نظامی کرده است. اما نگاه آگاهان در رابطه با داعش و موضع‌گیری های ایران این گونه خلاصه می شود. جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا چندین درس که دشمنی بسیار سخت دارند. سیاستمدارای دو کشور در هر لحظه که فرصت خوب بیابند علیه یکدیگر اتهامات وارد میکنند. این اتهامات بیشتر مربوط میشه به جنگ رسانه‌ای، به جنگ روانی بین دو رقیب. نماینده ایران برای افغانستان همچنان تاکید کرده است که رویکرد ایران در ارتباط به افغانستان جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور است. رویکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با افغانستان کمک به جلوگیری از وقوع جنگ داخلی و درگیری با کشورهای همسایه است. این مقام ایرانی تاکید داشته که آمریکا تمایل برای بیرون شدن از افغانستان را نداشت، اما مجبور به این کار شد که این تصمیم بدترین شکست برای آمریکا بوده است. هر حکومتی که در افغانستان به پیروزی رسید به خاطر ایجاد تشنج یک گروه دیگر تقویت کرد. اگر این بار شاخه خراسان داعش در افغانستان تقویت شود و امریکا بازم اهداف استخباراتی خود دنبال کنه، از این راستا کشورهای آسیای میانه و ایران ضرر میبینه، افغانستان ضرر میبینه، نگرانی ایرانی ها و کشورهای آسیای میانه حق به جانب است. پس کشورهای آسیا به خاطر دفع این برنامه باید کار مشترک را آغاز کنند. ایران پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همواره تاکید داشته که امریکا در پی بی‌ثبات‌سازی منطقه است و از افغانستان به عنوان ابزار استفاده می‌کند.